همراه میشیم با همکارم نیلوفر پوربراهیم از پاریس نیلوفر انصراف کاندیداها چقدر میتونه جلوی راست افراطی رو بگیره حداقل این تلاشیه که گروه های مختلف سیاسی از احزاب چپ و همینطور میان روها از جمله حزب آقای مکرون گرفتن برای اینکه دوباره یک صدی به قول خودشون در جلوی راست افراطی ایجاد کنن استراتژی که قبل از این هم آقای ماکرون استفاده کرده بود در دوره قبل در انتخابات ریاست جمهوری و همینطور دور قبل انتخابات مجلس ملی فرانسه دقیقا با همین استراتژی تونسته بود یک سری آرا رو به سمت خودش بیاره یا به سمت تیف و حزب خودش جذب بکنه و حالا دوباره روی همین حساب میکنه که بتونه چنین صدی رو ایجاد بکنه اصطلاح صد رو این روزها بسیار زیاد در فرانسه داریم میشنویم ولی مشخص نیست که این بار چقدر جواب بده بعد از بارها و بارها در واقع کمک گرفتن از تنها مقابل راست افراطی ایستادن و خسته بودن بسیاری از رای دهندگان از سیاست های دولت امانوئل مکرون مشخص نیست که آیا اون افراد واقعا میرن رای میدن به کاندیدای مقابل راست افراطی یا در واقع این بار رأی نخواهند داد یا شرکت نخواهند کرد یا بعضی ها ممکنه نظرشون بخواد عوض بکنن و به راست افراطی رای بدن یا حتی به همین دلیل پشتیبانی بکنن از راست افراطی بنابراین به اوضاع پیش بینیش بسیار سخته چیزی که هست تلاش بر اینه که حداقل راست افراطی نتونه اکثریت مطلق مجلس ملی ملی فرانسه رو کسب بکنه چیزی که به دنبالشه بسیار داره براش تلاش میکنه کارزار تشکیل میده و کمپین میکنه تا اینجا هم موفق بوده طبق پیش بینی ها بر اساس نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بین 230 تا 300 کرسی رو میتونه راست افراطی کسب بکنه و گفتن که در صورتی که بیش از 270 کرسی رو کسب بکنن در واقع آمادن برای اینکه در تشکیل کابینه حضور داشته باشن اینا بحثایی که در اینجا داره صورت میگیره در حداقل 90 حوزه انتخابات انتخابیه دیگه همچنان سه کاندیدا به در واقع دور دوم راه پیدا کردن و کاندیداهای چپ یا راست میان و حزب مکرون حاضر نشدن عقب بکشن به دلایل مختلف سیاسی در این در این حوزه ها کاندیدای خودشون رو نگه داشتن همه چیز بستگی در واقع به روزهای آینده مناظره های ایجاد شده و توضیحات مختلفی که کاندیداها خواهند داد داره متشکرم از توضیحاتت نیلوفر پور ابراهیم از پاریس